سالها پیش صدای در هیاهو و هلهله عاشقانه شهر کابل اضافه شد. نامش را گذاشتند آریانا، نامی که از دل یک تمدن باستانی و یک شکوه فراموش ناشدنی می آمد. کسی فکرش را نمی کرد که این نام روز در آسمان موسیقی افغانستان چنان به درخشد که شکوه خیره کنندهش گذشته آریانا را به یاد بیاورد. اما چنین شد. او یک بار وارد صحنه شد، برای مردمش خوان و خاطره سازی کرد. آمدم تا که نفس در دل طوفان بکشم و به قانون غلط یک خط بودلان بکشم. وقت مردمش غمگین بود، او از اندو خواند. رهی فرخوده رو جاده میشی قلم میشی اگر استاده میشی گهی میشی با صحرا سنگ و باران اگر رخشانه دل داده میشی بلند شو نره شو فریاد سرزن. وقت شاد بودند، پا با پای آنها شادی کرد. وقت مردم اعتراض داشتند، او اعتراض کرد. I am here to represent the millions of Afghan women and girls. سرانجام آریانا طور صحنه ها و دل ها را تسخیر کرد که رفته رفته بدل به یکی از نمادهای موسیقی زنان امروز افغانستان شد. نام و آوازش از مرزها گذشت. از تالارها و صحنه های کابل به تالارها و صحنه های جهانی رفت. تو تا پارچه شد دلم به دیگی کارم بیا بیشیدم ای روبرو با افتخار افغانستان. و امشب آریانا در برنامه ابرستاره های شرق این سفر هنریش را برای ما برق می زند و مرور می کند. شبنم سریا، نام آشنا و یکی از عاشق ترین آوازخوانان در حافظه موسیقی فارسی دنیاست. سال هاست اسم زیبای او با هنر عاشقانه موسیقی گره خورده است. او در دامن مادر هنرمند و خانواده هنردوست پرورش یافته است. اگر گویم که شاهنشاه دورانی تو می‌ارزی، تو می‌ارزی. سریا قاسموبا، مادر شبنم، یکی از چهره‌های درخشان و هنرمندان محبوب تاجیکستان است. مادر در آموختاندن راه و رسم موسیقی به گردن شبنم حق استادی دارد. اما برای شبنم فکر آن که زیر سایه شهرت مادرش پناه ببرد گران بوده است. مادر شبنم سریا در کنار شبنم دختر هنرمندش فرزانه خورشید را نیز دارد. فرزانه خورشید خواهر شبنم سریا، یکی از آوازخوانان خوش صدای تاجیکستان است که بسیاری از فارسی زبانان با صدا و سیمای او آشنایی دارند. شبنم در ایام کودکی روی صحنه آمد. بعدها نام و آوازه شهرتش از مرزهای تاجیکستان برون رفت. حالا سال هاست که مردم با آهنگها و ترانه های او شاد شده اند و زندگی کرده اند. مفارد نمفارد چشمینم شوری داره عشق بچه‌ی سرمست به شبنم زوری داره. شبنم سریا به هر گوشه دنیا سر زد تا
تا با صدای عاشقانه‌اش به دلها خانه کند و عشق و آزادی را به فارسی زبانان دنیا هدیه دهد. شبنم را حالا به نام ملکه موسیقی تاجیکستان می شناسیم. کنسرت هایش در بزرگترین شهرهای دنیا برگزار و با استقبال فراوان هوادارانش روبرو می شود. قدر که در تاجیکستان معروف و به همتاست، در افغانستان نیز طرفدار و هواخواه دارد. کمک کمک تو سحر تا بدنی سپیده
قرارې صبر دلک کم برده دلکم کشاله شوخی بی قرارې دلیاب نمیشم بپرسم نامه دلیاب نمیشم بپرسم نامه چی چاره کنم بخد بسازم را سلام مثل آبی آسمان کابل جان، مثل روزهای آفتابی دوشنبه جان. دوستان شاید شما فکر کنین که امروز چی مناسبت است؟ نه عید است، نه برات، نه نوروزه. اما جشن بزرگتر و یک دلیل بزرگتر از این چی میتونه باشه که دو هنرمند بزرگ موسیقی تاجیکستان و افغانستان در کنار ما هستند. به افتخارشون کف محکم. سلامت باشه. تشکر زید. سلامت باشه. در این برنامه دو ابر ستاره موسیقی شرق، دو عزیزی که حضورشان ابر حضور است، در کنار ما هستند. ملکه موسیقی تاجیکستان شبنم ثریا. تشکر زید. و ملکه موسیقی افغانستان بانو آریانا سعید. عزیزا، امشب ای دو بانوی پر افتخار موسیقی در کنار ما هستند در برنامه ابر ستاره های شرق و ما 20 ثانیه برشان فرصت بدم. دوباره من میشه که هر چی که میخواستین بگید. آریانا جان ببخشین، کی هستن؟ من نشناختم اینا. شبنم جان، اینا رو یک جای دیدیم. ببخشین نامتان چی هست؟ من از بین تماشاچیان آمدم، یک تکس یادگاری میخواستم امروز شما بگیرم. اوکی، من فکر میکنم شبنم جان امی لحظه وقت ندارن که امروز شما عکس بگیرن، متاسفانه. خب ببخشین، شما یک دقیقه باشین، من میخوام یک سلام علیکی کنم. اوکی
دکتر باز صحبت میکنیم. السلام علیکم دوستانی عزیز، خدا کنه که همه شما سلامت و خوشبخت و خانه آباد باشید و سلام خود را از تاجیکستان آوردم و امروز خوش هستم که با همراهی آریانا جانی عزیز در این برنامه با همراهی شما هستم. سلامت باشید. تشکر. تشکر یک جان جهان شبنم جان دوست داشتنی. سلامت باشید. ما هم به نوبه خود سلام و احترام و محبت خدا بر تمام هموطنای نازنینم در افغانستان و سر تا سر دنیا میفرستم و همچنان سلام گرم بر کشور دوست و همسایه و مردم دوست داشتنی و مهربان و میمان نوازش تاجیکستان. آرزو دارم که همگی تشکر جور باشند. من هم واقعا افتخار دارم که با شبنم جان در یک برنامه حضور دارم و یک چیز میخوایم بگیم که مصطفی جان عزیز واقعا پشتران دلم ما تنگ شده بود و بسیار خوش هستم که امشب شما را با خود داره. ممنون. کف و بلند به افتخار مصطفی جان. ممنون آریانا جان. من واقعا افتخار میکنم که امشب در کنار دو ابر ستاره شرق هستم و هیجان من نمیتونم پنهان کنم، اما ما میخواییم هیجان ادامه بدهیم دوستا و به گفته شبنم جانشان یک کم چقچق هم بکنیم، یک کم قصه کنیم. آرنا جان اگر موافق باشین. خوب است. آلیس بفرمایید. تشکر زیاد. دوباره خوش آمدین مردمان خوب و عزیز و هنرپرور تاجیکستان، مردم خوب و مهربان افغانستان، عزیزایی که در امریکا، اروپا و سراسر جهان بیننده برنامه دو ابر ستاره شرق هستیم. خوشحال هستیم در حضور شما هستیم و در کنار دو هنرمند شناخته شده و مستعد دو کشور. دوستا در آغاز ما یک سرود مشترک از این دو عزیز ما داشتیم که بر اولین بار اتفاق میفته که یک هنرمند بزرگ آهنگای هنرمند بزرگ دیگه را اجرا میکنه و همین رقم هر دویشان مشترک یک اجرا داشته باشند. خیلی زیبا و جانانه بود. یک کف محکم به افتخارشان. شباهت های زیاد میان این دو هنرمند عزیز است که واقعا برازنده است. اول میخوایم بفهمم امی آشنایی شما چگونه اتفاق افتیده، در کجا نخستین بار یکی دیگر رو در رو دیدن و چی اتفاق افتید؟ راستی بسیار بهترین دیدار بود، فراموش نشونده بود. بار اول در کانادا در لوبی هتل گستینیتسا ما یک دیگر دیدیم و اونجا کنسرت داشتیم. ما تقریبا در کنسرت ما یک 4000 زن بود، نه اوریانو جان؟ و 5 تا 6 تا سرودای لایف خوندیم. چیخ کنسرت بهترین روی دنیا بود، هیچ وقت فراموش نمیکنم. و مهربانی اوریانو جان، شیرین نازنین ما، اینقدر مهربان بود، اینقدر چی میگن، ما خرسند بودیم که هیچ از یادم نمیرود. بسیار زیاد همه چی در سطح عالی بود. از همون وقت ما اوریانو جان بسیار دوست داشتم، هنوزم دوستش دارم. جان و جگر، I love you. آریانا جان، شما در نخستین دیدار شبنم جان چگونه یافتین؟ شخصیتش، هنرش از نزدیک؟ مصطفی جان، بار اول رقمی که شبنم جان گفتن ما در یک کنسرت مشترکی که با هم داشتیم در کانادا، که جالب نیست که کنسرت هم حسیب جان گرفته بود، کنسرت زنا بود، تمامش تنها خانما و مردا چی گناه کرده؟ یک وقت فهم مردا را باید جزا داد. خانوما میتونن بسیار با دل بیغم خودشان باشند، برقصند بدون اینکه کسی باشه گپ بزنه سرشان. واقعا اما تو روش تکای حسیب جان یک کنسرت بسیار فوق العاده گرفتگی بود با امروی اپریو جان، خانومی زیبا. یا سو ما چون موقع کنسرت بود و اکثرا ما برای کار رفته بودیم و روی استیج رفتیم، کنسرت بسیار فوق العاده همه چیز، منتها شناخت اصلی که من از شبنم جان پیدا کردم زمان بود که من به تاجیکستان رفتم. ما برای کنسرت رفته بودم و واقعا شبنم جان مثل که مهربانی که هست بسیار زیاد میمان نوازی مرا کرد. در کنسرتم آمد،
بسیار لطف و مهربانی با یک گل بسیار کلان که واقعا او محبت و مهربانی شما در زندگی خود را مشنا میکنم. بسیار لطف کرده حق ما و امیر قم دوستیای ما از اونجا زیادتر و بیشتر شد و دلها با هم نزدیکتر و واقعا شبنم یک بانوی فوق العاده مهربان، بسیار دوست داشتنی، ساتر امروش که تنها باشی بسیار ساتر پیر میشه. تشکر جان. و بسیار شیرین زبان ای تو مره ناز میده کم دل و جگر ما او میکنن. اما تو از دیگه شیرین هستی از اما خاطر جگر واقعا واقعا آرانه جان گفای بسیار خوب و زیبا گفتین. معنای شبنم امو یک قطره آب است که سحر پیش از آفتاب برآمد روی گل می نشینه. دیگه شبنم جان فکر کنین کس هستن که روی گل می نشینن، به او خاطر اینمه قدر ظرافت ها و زیبایی ها دارن. شبنم جان سالهای سال است که بسیار پر انرژی و با قدرت و زیبا می خوانین، روی زبان ها و روی صحنه ها هستین، هنرمندان زیاد آمدن و درخشیدن، ولی جایگاه شبنم در تاقچه بالای ذوقمندان هنرش قرار داره. راز ای همه انرژی و زیبایی در چی میتونه باشه؟ اولش خداوند خودش، بعد مادری مهربانم. مادری من استادی من است. مادری من آوازخوان بهترین تاجیکستان است. سرایا قاسمووا. واقعا هستن. بخیر شما. تشکر. استادی من. چه کاراکتری ماشاءالله. و با همراهی من اپا جان شیرین نازنین ما پیرویا جان. ای همیشه پالوی ما است. شب روز ما بسیار آزارش میتم اما پالوی ما است، قوت دل ما است. باز در فامیل ما همه چی میگن صنعتکار هستم، اهل هنر هستم. اهل هنر هستم بله. مخلص هایم بسیار بر ما زیاد انرژی میتن و فکر میکنم انرژی همه گی همونا هست. واقعا یک داد و گرفته بین شما و طرفدارای شما هست که شما انرژی پخش میکنین و اونا هم دوباره این انرژی رو برمیگردن. بله. واقعا عالی شبنم عزیز، همیشه هم تو سالهای سال بدرخشین و سرزنده و سرحال اجرا کنین روی صحنه. سلامت باشید. تشکر. آرمان جان عزیز، یک چیزی که در روزگار هنری خودت میافتم، بیشتر از خوردن و خواندن و خوابیدن جنجالای در مورد خودت وجود داره که مثلا مثل یک پست که در شبکه‌های اجتماعی می باشه یا در مورد لباست، این جنجال‌ها همیشه بحث برانگیز است در مورد مردم. آیا واقعا خودت هم درگیر این جنجال‌ها میشی گاهی یا با این جنجال‌ها سر و کار نداری؟ والا مصطفی جان ما خوشبختانه در سال‌های اخیر سر و کار ندارم اصلا، اگر متوجه شده باشیم با این ارتباط ما میخوایم بگویم که اما قدر که جنجال و حاشیه و اینا در زندگی ما خب متاسفانه که هست، یک چیز هست که من نمیتونم دربارش هیچ چیزی کنم، ولی خوشبختانه تعداد مردمی که من دوست دارن بر من محبت میتن، تشویق میکنن، انرژی میتن. تمام افغانایی که در سر تا سر دنیا هست، افغانایی که در افغانستان بودن، واقعا اونا باعث میشن که من اصلا متوجه چیزای منفی که بسیار کوچک هستند در مقابل با محبتی که من از مردم میگیرم، این دلیل میشه که من هیچ قصه گپای حاشیه برانگیز و گپای منفی نمیشم. اگرچه به گفته شما یگان دفعه یگان چیز میشه که بس افغانستان عطا شور میخوره، منتها خوشبختانه که گپای مثبت بیشتر از محبت مردم بیشتر است که او بر من واقعا فوق العاده است که ازش انرژی میگیرم و واقعا خوشبخت خدایی. خب او جنجال ها و بحث هایی که می باشه یعنی اینقدر کوچک است که بزرگی لطف و محبت مردم بیشتر از اون صورت تحت تاثیر قرار میده. عزیزا امیل از شما میتونین سر بزنین به شبکه یوتیوب و یک کامنت زیبا و جنجالی در مورد آرمان جان پست کنین. آفرین آریانا جان. شبنم جان، آریانا عزیز همیشه در شرایط سخت و دشوار در مقابل مخالفان هنر و موسیقیش قرار داشته و همیشه ایستادگی و مبارزه کرده، برایش ادامه داده. آیا اگر خودت با همی چالش ها و مشکلات و جنجال یک روز روبرو می بودی ادامه می دادی یا منصرف می شدی؟
راستی ما همیشه با آریانا جان میگم که آفرینت آریانا جان. راستی از ما مردم ما فرق میکنن. بله. خدا را شکر که پیشوای ملت ما بهترین است. بله. ما آزاد هستیم. ما شکرانه میکنیم. شکرانه پیشوای ملت ما میکنیم. که در ما دیگر رقم است. در ما هنر قدر میکنن. و ما قدر یک دیگر را همه میدونیم. و همیشه با آریانا جان میگم که آفرینت. آفرین. من شبنم جان میگه تو قهرمان هستی. قهرمان. همیشه میگه واقعا آفرین. و چیزی که شبنم جان میاله گفت واقعا بسیار دقیق است. مصطفی جان من با تاجیکستان رفته بودم. یعنی اینقدر اینا هنر و هنرمند خود قدر میکنن. یعنی من واقعا بر من بسیار شاک کننده بود. چون من تو چیزها را اصلا نیده بودم. بر من بار اول بود. مخصوصا دولتشان اتا چی یک نام خدا چی یک رئیس جمهور شما داره با افتخار از اونها یک کف بذار ما واقعا واقعا قابل افتخار هستن رئیس جمهور شما یعنی خودشان شخصا هنرمندای خود قدر میکنن بله. فرهنگی هستن زبان خود فرهنگ خود هنرمندای خود یعنی واقعا اینا بسیار از این نگاه خوشبخت هستن که من انشاءالله که همیشه همین رقم باشه براتون واقعا ما تشکر خوش هستم از جانت سلامت باشه تشکر من واقعا من یک بار پیشوای بزرگ شما را دیدم که چه انسان مهربان و اهل هنر هستند در یکی از برنامه های نوروزی خودشان چی زیبا می رقصیدن دقیقا. خب شبنم جان آریانا جان واقعا افتخار بزرگ است که امشب در این برنامه شما با ما هستین هر دو هنرمند شناخته شده و محبوب در هر دو سرزمین که شما را خیلی دوست دارن ما میخوایم که در این قسمت امیروی فیته را دور بتوام امی کس تا رویش دور میتوام بعضی پرسش های دیگه دارم چی باشه امی گفت از خب این پرسش مربوط اردوی شما میشه امی سوال ما شبنم جان آریانا جان آیا کدام استعداد یا تلنت دیگه در وجود شما نهفته است که شما او را بروز نداده باشین یعنی در موردش فکر نکرده باشین هرچند که بیشتر اگه استعداد چیزی نباشه هیچ بدرد بخور نباشه اصلا بدرد بخور نباشه استعداد من فقط همی خورده نه پختن خورده؟ خوب شد کردی شد من مزه دارم پختم یکم اما خوردن هم خوش دارم اما میخورین خودتون جان میکنین خودم پختم یکم خودم میخورم چه خمار بود سامان بشین مفت منار گفت که شب خوبش میپزیم شما بیاین بخورین گفت خودم میپزیم خودم چقدر عالی چشم برای شما در آشپزی سر آشپز هستین ماهر من بسیار چی را مثلا خوب میپزین؟ همه چیز رو خوب پخته میکنم به به یک روز باید ما بیایم و غذای دست شب نوه بخورم باید جان ما از دست ما خورده بودی یاد درفت؟ خوب دست ما خوردم یاد باشی پلا پخته کرده بودم برای کابلی یاد درفت؟ خیر از خیر راست میگم بسیار مزدار بسیار مزدار نیست که دست خود بر ما پخته کرده بود یعنی چه قبر دوست داره؟ بسیار بسیار یاد درفت نی؟ خب ما سوالم به این خاطر بود میخواییم که یک استعداد شما همینجا کشف شوه okay. اگر موافق باشین آها که یک استعداد تان همینجا دروبروی گروبینا یک دیگه پالا پانی بیارین دیگه نمیده بیارین امو دیگه ابرای چمچه بیارین نه شکریه دوستان بیارین دیگه بیارین شبنم جان همیال گرسنه از باور کنیم آسته یادمو خود من هم گرسنه هستم دوشم فقط نخوردن هست میده ما همیال جاز میزنه دوستا در این قسمت ما میخوایم که شبنم جان و آریانا جان هر دو یکی دیگر را رسم کنن چهره یکی دیگر را رسامی کنن ما میبینیم که در این رسامی اینا چطور هستن ما تا جای خبر شدیم که هر دو اینا در رسامی یگان هنر دارن بسیار خوب نی؟ جالب است که اینا چه رقم همی تصویر یکی دیگر را رسم میکنن از همکارای ما خواهش میکنم که میبینین چقدر آماده هستیم شما فکر کردین من شوخی میکنم مصطفی جان این برای ما بسیار یک تست مشکل دادین
چون که شبنم جان اینقدر زیبا و مقبول است که کشیدن شبنم جان بروی کاغذ یا تصویر بسیار سخت است. از خودت هم جان بیش از پیش خود از خارج کردی که یعنی اگه خراب آمد مشکل نیست. نه انشاءالله من کوشش خودم میکنم. ما به می خاطر بر شما یک کتابچه رسامی آوردیم که میتونین چندین بار ببینین اگر جای مشکل و ما هم همینجا رفری میشم و اینا رو میبینم که چطور رسم میکنن با اجازه. ای بو نمیکشه خوب. شبنم جان میایار یونا جان نیی رقم نیست میشه باشولی دو مقبول است تن دستم کشت خیر است آریانا جان بسیار مقبول که است خیر آریانا جان جان کمک ایچش میشه ای طرف کشیدی نه دیگه من زیر تاسی نبیار مصطفی جان پلیز تو پیشونیش ترش کشیدی پلیز ستاپ ایت من زیر تاسی نبیانید لطفا وا مویایش دریایی کشیدی از یه ناز زیاد یکی دیگر دیدن طرف یکی دیگر نمی بیره نیست ما بسیار یکی دیگر خمیش نازم وقت بودم ما کو فقط رویش کشیدیم نی؟ تنها روی من؟ مویاش جنگل کشیدی شرف نمجا نه مویاش جنگل هست بسیار مقبول هست شانک کم مویاش این قسمت مویاش کم جنگل هست آه یا اینه ادمن تونی داده کشیدن تونی تونی چی هستن؟ بگودی میگن؟ بگودی آه بگودی داده؟ وی ما میخواستم موی لشم کنم از پیشم کارل شد بابر وا هر دو فوقلاده هستن و فکرم از آریانا جان خوبتر اومد نه؟ اردی تا یک رسم بسیار زیبا کشیدین که اردی خود شما متعجب میشین مگم جالب است که اردیشون واقعا رسام بودن دوستا ما باورم نمیامد یعنی اینا میتونن که در آینده یک کورس رسامی هم باز کنن واقعا افکرم خودت مقبولتر کشتی جان خوار خیلی ما یک چیزی کشدم که دلی ما است دل است نه دل یک رسام های فوقلاده طرف یکی دیگه نمیبینند طرف رسامی کنم میرن او رسام های دیگر شما دیدن یک ساعت میبینند او تار میشی طرف هست چک میکنند حساب میگیریم تا پنج ثانیه دیگر پنج چار سه دو یک تمام شد یک کف بزنیم دوست اول یا باش خود شما شما خودتان نشان بتین آرین جان شما نشان بتین واه واه ای دوستا فکر نکنید کسی هست شبنم جان هست ایت چشمک زده از ما خیلی فقط ما یک کپ بذارید حالی بود آرین جان جان اینم این رقمی که در شبنم جان نمیرم اوکی خب حالا نوبت شبنم جان است که نشان بده چی رسم کشیده اما دسته یک دو سه آه چقدر شیرین او مای گاد دات سو کیوت ایت قلب است نه؟ یعنی ما بقیه شیرین است تو؟ بسیار شیرین است جانو خواهد I love it سکو برای شیر بار کشیده با شیر است شیر واو قلب است نه قلب قلب I love it I love 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 it اب پشک است نمام شیر ای دوستا شیر پشک دار است کم بزرین بردو واقعا نه
بد نبود. بد نبود نه؟ عالی بود. اما دید شما نسبت به یکی دیگه دمو رسامی تانو معلوم میشد که خیلی زیبا و صمیمی است. واقعا. من خواهش میکنم که هر دو رسامی را برن و در آخر باز ما ای را تحفه میکنیم به خود شبنم جان و آریانا جان. واو. کف بذارین دوستا. آریانا جان، خانمای با سلیقه ما و شما، یعنی مادرها، آچه جانها معمولا عادت دارن دمی آشپزخانه همین قوطی های بیکاره که مثلا مثل قوطی رو پیپ روغن، قوطی مرتبان مربا چیزا که دگیر شد میگه بازی را مرچ و مساله پر میکنن یا مثلا پیپ روغن را برند پر میکنن راست می یا مثلا بعض خانوم ها امی قطی بوته باز وسایل آرایشی پر میکنن شما یکان دفعه ایکار را کدیم در خانه؟ چه یک سوال جالب مصطفی جان من بر تو به خدا یک چیز بسیار جالب یادم آمد ما می قسم نخوریم و فهم نکنیم نه بیخی یک راندم چیز سوال کردیم ما ایران ماندم ما و حسیب جان که تازه در ترکیه موف کردیم خانه خود گرفتیم اینا خب اول که خانه رو میگیری خود نداری یه چیز خانه تقریبا نامکمل میباشه مخصوصا آشپزخانه باز ما یک روز حسیب جان گفتم نال خود برو دیگه سودا بیار مثلا ماش بیار برنج و لوبیا اینا بیار که باشه در آشپزخانه پیش ما حسیب جان سودا را آورد و در خانه ما هیچ قوطی نبود ما یک چیزی که معمولا در خانه ما زیاد است گلدان گل است چون با ما گل زیاد می آید و گلدان های بسیار مقبول نمی جا بعضی هایش ماندگی بود اوسو نکده بودم for some reason ما می لوبیا و با برنج کن در گلدان ها پر کرد البته خودت می خواستی که دوباره سبز کنه هیچ انتخاب نداشتم چیزه در یا پر کرده ولی اگر روز همشیریم آمده اون همه تو مانده که خوب بسیار وقت همشیریم آمده الماری من رواز میکنش با میگاریانا این چیست هم تو چی کردی میگم چرا میگه چرا کل چیزه در گلدان ها پر هست دیگه یا همی کار کردیم عزیزا یعنی ببینین که فقر و ناداری حتی در خانه آیان جان بیداد میکنه بهترین خب بیشتر شبنم جان گفت که خورد و خوراک بسیار خوب هستن ماشاءالله من یکی دو سوال دارم که امتحان میکنم که آشپزیشان چطور است خب اینمی چیزایی را که من میگم فهمیده همیشه باز خب من ریسیپی یا مواد لازم یک غذا را میگم شما میگین که این کدام غذا است مثلا اما دستین؟ بله عرضتان میتونین حدس بزنین اوکی تخم نمک آب روغن و مساله این مثل چی میره نه؟ املت یک چی در سوپ جور میکنی مثل املت در سوپ جور میکنن آر دوره درونش شبنم جانشان خبر فوری شبنم جان شان در املت آب مندازن نه ما آب نداره آب نداره روغن داره آب نداره آریان جان شما حدس بزنین یک بار دیگه بگین چی؟ تخم نمک آب روغن و مساله یه یکان خمیر است از باز یکان خمیر است نی؟ خمیر میکنی نی؟ این خمیر نداره اخی آرد داره آرد که شد باز نه تخم نمک شش کدی خمیر میشه روغن و مساله بازم خبر فوری این دیگه شروعای خوب شد دیگه شروعای تو خوب وقتی که آفرین آریانا جان درستی؟ پیاه تخم درمونه که شروعای تخم نیست شروعای تخم شد دیگه آه شروعای تخم عالی بود یعنی شما پیاه تخم میخورین؟ فقر و ناداری در خانه آریانا جان بیداد میکنه پیاه تخم نوش جان میکنه چرا بابای ترای کنم جالب پاس جالب هست ایره باز به ایراتی اشکنه میگن خب یعنی یک مخصوص غذا است یک غذا است مخصوص خب من ایفم ما شبنم جان باید بخوریم اتمن البته خانه ما بین برتان میپزیم عالی دوم بازم همین گپ است مواد لازمه که شما میتونین بگین کدام غذا است تاوه
چی؟ تاوه. تاوهش چیه؟ همین ماهی تاوه که میگیم تخم که میپزین دسرش تاوه دیگ آه تاوه تاوه خب که دسرش که غذا میپزی ماست کوروت که میگیم ما بروسی میگیم ماست کوروت که میگیم اس کوروت که؟ اس کوروت که او امو تاوهی تاوهی گفتین اس کوروت که نیست بسیار شدین امو تاوه یا اس کوروت که روغن روغن نمک کچالو گاز چپس مو کارتوشکا بریان میگیم کچالو بریان فری چپس نه تکو تاوه روغن کچالو نمک خلاص گاز 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 چی هست؟ آدیگه آتش نزیرش آتش چپس گاز چی هست؟ آتش های گاز کشید امو بریان میشه و های کارتوشکا بریان نه. میشه هر دی تانیر نفهمیدین کباب دیگی کباب دیگیش او خو کچالوست کباب خو از گوشت هست گوشت ده دیگه دیگه هست دو عادت خرابه خودتانه برمه بگوین که با این عادت شما زندگی میکنین نمیتونین تغییر بتین دو عادت خراب است مجبور است نمرای زندگی کنین تغییر نمیکنه شبنم جان ما کو مشکل است که عادت بعد خدا بگویی نه نه آها رو ما کو زود زود اعصابم خراب میشه من عادت خراب است زود عصبانی میشن من پس خوش میشه من زود عصبانی میشم باز بعد از 10 دقیقه بازم تو خاموش میشم باز میرم چرا اما از بس که شبنم جان همیشه لبخند دارن با لبخند هستن او عصبانیت بسیار زود گم میشه بعد از 10 دقیقه 10 دقیقه زیاد است میکش آدم نه 10 دقیقه کم است کم است 10 دقیقه آدم خدا نشان نتا شبنم جان آریان جان شما عادت های بعد من رو بهتر از آسیب جان پسند کنید امی خدر رو برتون پسند شما خودتانی دو عادت هم میفهمید مگه ممروش زندگی میکنید تغییر نمیکنم یکی که من فکر میکنم خوی عادتون کمک در سالهای اخیر البته تغییر کردم ما یک وقت بسیار دل بیغم بودم خب اینقدر دل بیغم بودم که خورایم اصابشان خراب بشه نگاه دفعه میگه ولی اینقدر دل بیغم از قصه هیچ چیز نیست آل یک کمک تشویشی شده for some reason استرس و تشویشم بیشتر می باشه که دوست ندارم میخوام دل زنده باشم دقصه چیز نباشم ولی رها باشه نمد رها باشم تا زندگی است دیگه می روزانه میای اثر آدم میام از دل سوزی میشه اگر نه یا عادت خوب نیست خوب است که آدم میتونه می قصه دنیا نباشه دنیا گفته اسیب جان دو روز است کل ما میریم دمو یک دنیای دیگه دو روز زنده است نیمو رو به خوشی و بدون استرس تیر کنه بهتر است فرین خود تا کوریانو جان خود تولی باید همون تو باشی این عادت ها را که من دیدم بسیار خراب گفتن همیشه خب انسان ها نرمال باید عصبانی شون باید کم تشویشی باشن ما واقعا نرمال هستین کف بذارین به افتخارشون یک پرسش دیگه ای شما نظرتان از در مورد ای که یک همسر خوب از این دو چیزی که میگم باید داشته باش شما انتخاب کنین میتونه یک نصیحت گونه یک چیزی باشه هم بر مردا هم بر خانمایشان از نگاه شما یک شوهر خوب آیا همیشه باید با وقت باشه آن تایم باشه یا ای که بسیار با سلیقه باشه آدم منظم باشه باز سر وقت نباشه هیچ اوف اردویش مهم است ای بسیار سخت است بین این دو چیز انتخاب کردن نه میخوای شوهرت هم آن تایم باشه هم با سلیقه باشه دوش اگه یکیش هم نداشت به درد نمیخوره اخراج اخراج راستی باید هر دوش باشه هر دوش باشه نه راست سخت است شبنم جان امو گپای ریانو جان ما راستی هستم با گپ نه باید هر دوش باشه شما یک چیز دیگه هم گفته بودید برمه در پشت صحنه او رو بگوین نه باز کلگی از من قاب نشنه من اگر چوارم میکشمش گفت میچکمش گفت زیاد دوست کنم واضح باید میگفت که من کفته جورش میکنم خب آخرین پرسش من در مورد بعض
کلمات بسیار شیرین و زیبا، واژه‌های بسیار زیبای تاجیکی و فارسی ما، خب اردوش فارسی است ولی لهجه هاست، بعضی کلمات در هر جای تفاوت داره. چند کلمه تاجیکی، چند نام گپای تاجیکی به خودت میگم آریانا جان، و چند کلمه که ما شما در افغانستان یاد میکنیم. ما میخواییم بفهمم که شما چقدر حالا که دوستای با هم نزدیک هستین، چقدر یکی دیگر رو شناختین که اینمی کلمات و واژه‌ها بین شما حالا میفهمین را درک میکنین. خب اول از آریانا جان میپرسم. خوشدامن. مادر شوارم. مادر اسیر جان. به اصطلاح عام خوشو. چه کلمه زیبایی است خوشدامن. من خودم اولین بار خبر شدم. اول راست خوشدامن. خوشدامن چقدر بد میخوره سر تایم نابشه میشنم. خوشدامن چقدر زیبا. واقعا. I like it. خوشدامن. واقعا. زیباست. واقعا. شوهر شونده. بازم سوال از ماست؟ خب چی؟ شوهر شونده. شوهر شونده. کسی که شوهرت میشه دایده. بله. صحیح گفتم؟ بله. او به خدا. چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ شوهر آینده؟ نه. چی؟ نامزد. خو نامزد. شوهر شونده. بسیار جاله. بسیار جاله. شوهر شونده. قسیم گل. چی؟ قسیم گل. قسیم گل؟ آه. قسیم گل. قسیم گل. اگر اکای حسیب جان خواهر یا خواهر کلان داشته باشه قسیم گل می شود. خو ننو. ننو میگل شما نه؟ یاشنام می شنه؟ جان؟ یاشنام می شه؟ نه اگر خو حسیب جان داشته باشه با ما قسیم گل می شه؟ بله. ننو می شه؟ ننو می شه؟ ننو. بسیار جالب. آخرینش. اوکی. فرش. فرش فرش باشه باید دیگه. نیست؟ شبنم جان خنده کرد. کوبیده. ما چی میگین؟ کوبیده؟ کوبیده خو کباب و برنج؟ نه. ما میگین از فکر خوزنی و گشنه شدیم. فرش گوشت از کو؟ از چی؟ از چرخ که میکشی؟ از چرخ چی میکنی؟ کوفته. کوفته خو ما کوبیده رو گم. برنج کوبیده رو اولین بار میسنم ماریانا جان. چرا ایرانی ها یک چی دارن نی کوبیده؟ کباب است او رای برنج صفر. خب؟ آه بله. های ما او رو نخوردیم. او رو بخو بسیار مزدار است. حتما. والا از شبنم جان میپرسم. اوکی. شبنم جان خوشو. خوش دامن. آفرین. وا. آفرین. رامن. خسر برا. چی؟ خسر برا. خسر برا چی؟ خسر برا البته چی؟ خسر. آها بریش باز بریش چیست؟ بریش بریش نه فهم بریش چیست؟ خسر براش خسر برا میشه؟ باشین خسر برا این بفکرم از فامیلی شوار است نه؟ باشین از فکر کنین مصطفی جان خانمش یک برادر داره درست؟ بله برادر خانم مصطفی خسر بریش میشه ایوار ایوار نه فردش داره خسر براش چی سوالی به خدا شبنم جان جان برانی بادنجان گردنی رو خوشم داری برانی بایمی جان چی بود؟ افر یا چی بود؟ خیلی خواهز داد بایمی جان است دیگه بان جان است برانیش با برانیش خیلی کلا کلا نیست اولین بار شما برانی را کلولا کلولا نمیگم نزدیک است اما کلولا نیست تو آفرین کلولا نیست نازک نازک آوار نازک نازک آفرین مگم میشه کلولش هم مذهب تاریانا جان والا اولین بار نه رقمی برده برده تنک تنک است نه وا سلامت تاریانا جان عالی بود موفق شدید تشکر بسیار تشکر میکنم شبنم عزیز بانوی پرافتخار موسیقی تاجیکستان و یکی از صداهای رسای موسیقی تاجیکستان کف محکم به افتخارشان بانو آریانا سعید ملکه موسیقی
افغانستان، صدای رسای افغانستان، بفتخارشان عزیزا. گپ هم اینجا ختم نمیشه، گپ من ختم میشه، شاید همیال بگه بس گپ ها ختم میشه، ولی اجراهای شیک و با دوام و زیبا در برنامه داریم که شبنم جان، آریانا جان به شما اجرا میکنن. و چی اجراهای است؟ باور بکنین که اجراها را بر اولین بار میبینین، آهنگای زیبا و دیدنی و شنیدنی. پس ما را همراهی کنین، پس از وقفه دوباره برمیگردیم و روی صحنه اجراهای رنگ و رنگ و زیبای ما را فراموش نکنین. به افتخارشان کف محکم. آریانا جان، بعضی آهنگای که کمپوزش خودت ساختی؟ بله. من تو در جای زیادتر نگفتی، ما ندیدیم. بله. ولی خب خبر دارم که بعضی آهنگای کمپوزش از خودت است. بله. میخوایم درباره یا آهنگایت برام بگویی که چطور شکل میگیره، چطور می کمپوزا رو ساختی؟ دقیق گفتی مصطفی جان، ما آهنگای اکثرا آهنگایی که انقلابی است برای حق حقوق خانم‌ها که خواندیم، مثلا آهنگ زن هستم، آهنگ قهرمان، آهنگ بانوی آتش نشین، آهنگ قانون جنگل، همت کن، لعنت با همین لحظه یادم نمیاد دیگه کدام آهنگ ها. اینا تمامش کمپوزا و ساخته های خودم بوده در کنار آهنگ های زیبایی که ما از بزرگترین آهنگسازای کشور ما خواندیم که واقعا برای ما همگیشون افتخار هستن. دیگه ای که چطور شده، جالب دیسته که در شروع کریر ما که من تازه میخواستم آوازخوان شوم با یک ایر، بخاطر براتون میگم که من خودم نفهمیدم که من میتونستم کمپوز درست کنم، توانایی را دارم، نمیدانستم خودم. زمانی که میخوایم آوازخوان شوم، من با یک پرودوسر بسیار کلان در انگلند که از برمنگام بود آشنا میشم، میخواست با من کار کنم، من تو زبان از مملکت دیگه بود و زبان خودت نمی‌فهمید، زبان من نمی‌فهمید و اونا ما از اونا رو نمی‌فهمیم. خلاصه قراری شد او گفت من برای خودت موسیقی روان میکنم، آهنگش خودت درست کن. ما گفتم اوکی. برای من چند دانه بیتا رو روان کرد، یه بیتا ماندم، سر بیت من آهنگ نشته کردم که آهنگ ماشاءالله بود. آهنگ ماشاءالله، تشکر. و امیر قم من پیدا کردم که من استعداد آهنگ ساختن یعنی دارم که بس بعدن خوب و یک آهنگ بسیار ساده، بعدن آهنگ های مثل بانی و آتش نشین اینا رو ساختم که کمپوز های بسیار قوی و بسیار مشکل بودن. و همچنان آهنگ رومانتیک که در تلویزیون طلوع اجرا کردم گیتار، یکی از آهنگای رومانتیک شیرین است که شعرش از سلیمان جان دیدار است. بعدن آهنگ او رو او شب او اجرا یادم میاد. خیلی اجرای قشنگ. بله. آرمان جان چه رقم ساخته میشه کمپوز؟ چطور مثل نوشیدن آب است؟ کدام الهام میاد؟ تمامش یک الهام است، مربوط به امو حال و هوای آدم است که کدام حال هوا هستی. بعضی اوقات شعر در دست میایه که شیر اول نشته شده، بعد از او تو شیر پیش روید میمانی و ملودی میسازی که امی کمپوز میگنش. بعضی اوقات بدون ازی که تا شیر باش هم تا ششنگیست یک دم در کلید یک ملودی میه. باز من چی میکنم؟ ملودی که در فکر میایه از او تو که در آیفون خود ثبتش میکنم که بعدا یاد آدم میرم اگر ثبت نکنیم. خیلی من میگم یکون در فیگان آزخان عزیزی ما رو دیدیم که در حالت زنگ است. اموز حتما کمپوز درست میکنم. خودت فهم مهم کاره میکنم. میکنی؟ خودت خیلی خودم جان گوی از کمپوزر نبرای. خب عزیزا، ما چرا در مورد آهنگسازی و کمپوز صحبت کردیم؟ به دلیل ازی که آهنگ که حال شما میبینین که روی صحنه خیلی یک اجرای محکم و زیبا از آریانا جان است. کمپوز یا آهنگ از خود آریانا جان است؟ یکم در موردش بگو برام. دقیقا کمپوز از یا آهنگ از خود من است. آهنگ بسیار شیرین
رومانتیک است که به قلبم نزدیک است، چون آهنگ گیتار یکی از آهنگایی بود که من به حد دوست داشتم. ما و سلیمان جان می‌خواستیم نوت همانندش ولی به مو رقم یک آهنگ رومانتیک یکی دیگه داشته باشیم. البته دو تای دیگه که یکیش هم آهنگ است که عزیزان آل بخیر میشنونش، آهنگی است به نام گناه زیبا و دیگهش نمیگم، گناهی که زیبا میباشه. وقتی که بشنوید میدانید چی هست. هم گناه باشه هم زیبا. هم زیبا باشه نی؟ از این گناه آدم انجام بده خوب است. خوب است. دوستا آریانا جان سعید، گناه زیبا. مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا، نکنی ذره کاهش، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
از تلویزیون فضا در فضای آزاد و شبکه بارود میوزیک در خدمت شما هستیم. دوستا با یکی از ابرستاره‌های شرق، یک ابرستاره شرق داخل استودیوست و ابرستاره دیگه با ما اینجا در بیرون. شبنم عزیز، با حافظه موسیقی ما مردم، خانم خرما شیرینوا که آهنگای زیبای پشتو اجرا کرده بودن در اون زمان، و بعد شما هم یکی از سرودهایتان بیادم است که در یکی از قسمت از آهنگ سبزبناز اجرا کرده بودین، رو رو که یک در قدمونه اون نخستین بار بود. بله. اول رو کتک زمزمه کنین بر من. تشکر. رو رو کیک دا قدمونا اشنا، رو رو کیک دا قدمونا اشنا، شرنگ دے پیسے دے عالمونا خبر بینا اشنا، اے رو رو کیک دا قدمونا اشنا، رو رو کیک دا قدمونا اشنا. واہ، یہ آهنگ واقعا یہ آهنگ کی ما خواند عبدون راستی جای پشتش بسیار شیرین بود، و این دفعه هم راستی گفت یک آهنگ پشتوی تیار کردیم، بسیار مقبول آهنگ است، شیرینک است. فکر میکنم که اگر که چطور خواستین که آهنگ پشتو بخوانین؟ راستی ما همیشه بر ما بسیار میگفتن که یک آهنگ پشتوی باید بخوانی. راستی این دفعه کن یک کوشش خود رو کردم که یک آهنگ پشتوی، یک شیرینک، یک تو. چقدر زیبا. موسیقی پشتوی ما هم زیبایی های خود داره، یک فضاهای خاص خود داره. اما بسیار قین است خواندنش. سخت است. آدیگر برای اولین بار شما آهنگ را که نشده بودین اجرا میکنین، واقعا که سخت نباشه. سلامت باشه عزیزا. پس بیاین که بریم پس دوباره روی صحنه شبنم سریا و آهنگ زیبای پشتو. اول دی بیل چرا میا ناشا، اوس رات وای زړګي صبر کا میا نا، هم سفر میتا زړه سر میتا، هم سفر میتا زړه سر میته، مات په مینا مینا ګور په منګرانا، وخیالی جنانا زه، وخیالی جنانا، وخیالی جنانا زه، وخیالی جنانا، لچ مړ نه یم دروغ جان عشق یم، وخیالی جنانا، وخیالی جنانا زه، وخیالی جنانا، وخیالی جنانا زه، وخیالی جنانا. برازی سیگن بخکارو بخیالی جانانا ز، بخیالی جانانا، بخیالی جانانا ز، بخیالی جانانا، برازی سیگن بخکارم بخیالی جانانا، بی خبر سمرائی نی با ما تبو ما بخیالی جانانا، بی خبر سمرائی نی با ما تبو ما بخیالی جانانا، بخیالی جانانا ز، بخیالی جانانا،
قدم به بستی روڑ دیدنونا با خیال جانانا با خیال جانانا زبا خیال جانانا با خیال جانانا زبا خیال جانانا کدام وقت اتفاق افتاده نباشه که یک خنده به اختیار قهقه به یک جایی که نباید خنده بیده یک جای به جایی و کنترل نتانید و کنترل کردن خنده چطور است؟ اتفاق افتاده اگر بیاتون باشه در برنامه ستاره افغان و اینا وقتی در وایس وقتی که ثبت میداشتین یکان کسا که میامد نید؟ آه ایقان آدم های جالب و من نمیخواستم خنده کنم بخاطر که نمیخواستم برشان بر بخوره که فکر کنه اصلا مرش خند میزنه خنده و گریه یک دقیقه مثل آدم کنترل نه خب یکان نفس پیش میشد خنده نرمال است کنترل نمیتونی ولی یک خورم است در بدترین جای آخر مثلا نه تو در پاتی ها خندش میگیره نمیتونه خود کنترل کنم من تو مقب بد نیستم و مصطفی جان در این باره خنده شما صحبت کنیم جالب دیسته که ما یک آهنگ تازه ساختیم که سوژه خنده را داره کومیدی نه کومیدی نیست منتها ما با این آهنگ تشویق میکنم آدم ها را که لبخند بزنن اسم آهنگ است لبخند بزن خب و امی دو سطر اولش برتون اگه بگویم جالب است میگه لبخند بزن خنده نمودت میته تشکر چشمکی و چشمای کبوتت میگه چشمکی؟ چشمکی Exactly. چشمکی. چشمکی میفهمین چی است؟ نه. اولین بار است میشنم. اولین بار؟ براستی؟ بله. خب. ما اولین بار شنیده بودم ولی بسیار برام خوشایند و جالب بود. در بدخشان زیبای ما، یک کلمه زیبای بدخشانی است که در اونجا عینک، عینک سیار چشمکی میگن. خب، چقدر بود؟ دقیقاً. و سو لبخند بزن خنده نمودت میته چشمکی و چشمای کبوت میگه یعنی نمودت میته. میگه یعنی نمودت میته مانایش است چقدر زیبا yeah. چشمکی خودشو میکنیم جالب است به خدا واقعا جالب است از عینک که چشمکی یعنی که به چشم ربط داره دقیقا دوستا آنیانا جان تلسم غم و اندوبازی را شکسته و ای بار آهنگ با مضمون خنده بر شما آماده ساخته ای شما و ای هم آهنگ لبخند بزن لبخند بزن لبخند بزن خنده نمودت میتم چشمکی و چشمای کبودت میگم لبخند بزن خنده نمودت چشمکی با چشمای کبوتت میگن میبینی میخندی میسوزه دلم دیوانه دلم با سرودت میگن دیوانه دلم با سرودت میگن میخندی عجب چی دل کشای بریدی دل من با دل رو بای بریدی دل من با دل رو بای
شبنم عزیز، معمولا از شما آهنگایی که دیده شده و میبینیم آهنگای مست است، ما شانا پرانک میگیم و آهنگایی است که آدم مست میسازه، اما شما با موزی بویی که آهنگای مست و شاد اجرا میکنین، در آهنگای آرامتان یک حس عجیب نهفته است که او هم آرامش درونی میته برادم. نظر خود شما چیز در مورد آهنگای مست و آرام، بیشتر با کدامش خودتان راحت هستین؟ هر دویش زیبا هستک، اما وقتی که در یک محفل می درایی، مثلا وقتی شاد می خوانی مردم در شاد رقص می کنند، باز وقتی که یکان کس در راه هست در ماشین می روند، نه راه می روند، باز می خواهد که موزیک آرام گوش کنند. آرام مخصوصا کسایی که کمک بار خطا می باشند در جریان درایوری، خوب است که آهنگای آرام بشنوند که آرامتر راحت. متوجه شده نگر آدم درایو میکنه در حالت رانندگی بسیار تیز میره، بهتر است که آهنگا را دوستا پخش کنین، اونجا هم میشه آهنگای آرام بارین که متوجه محترم باشین، متوجه رانندگی باشین. شبنم سریا و یک آهنگ آرام. دستم شانه تمام باشونم، بگذ
بگذار همه بدانم، بگذار همه بدانم، از حال هم بپرسم، آرمان به دل نمانم، از حال هم بپرسم، آرمان به دل نمانم، بگذار همه همه بدانم. آنقدر دوستت می دارم به حساب شمار نمیشه، همه میگن که کفایه صبر دل قرار نمیشه. آنقدر دوستت می دارم به حساب شمار نمیشه، همه میگن که کفایه صبر دیل قرار نمیشه. از همه شیرین یاری بهترین کنارم بشین، روزی تو بخیر باشد، روزی تو بخیر باشد. آرامش دیل به تو هست مشکل، از جان و از دیل شامی تو بخیر باشد، شامی تو بخیر باشد. برنامه ابرستاره های شرق و در کنار ما هنرمند محبوب و پرطرفدار وطن ما آریانا جان عزیز است. بعد از یک مدت بسیار طولانی ما آریانا جان روی صحنه رفتیم، بعد از اون برنامه های تاریکی و مانداره که همه ما و شما از اون خاطره داریم. آریانا عزیز، خب خودت ما فکر میکنم کدام با کدام لحجه و زبان باقی نمانده که آهنگ نخوانده باشی دیگه؟ پشتو خواندی، فارسی خواندی، با لحجه های شیرین هزارگی، بدخشی، با همش خواندی. انگلیسی هم خواندی دیگه؟ بله، آهنگای انگلیسی هم خواندی. بله. یعنی ژاپنی مانده دورم شاید بخوانی. خب بهرحال ما خبر شدیم که یک آهنگ قشنگ بدخشی داری بازم. بله مصطفی جان، من خودم شخصا بدخشان بسیار دوست دارم، لهجهشان، امی کلتورشان، لباسشان، به شیرینی که صحبت میکنن، به لهجه که صحبت میکنن، سراسر زیبایی و در پهلوی از او ما خوشبختانه با یک شاعر بسیار دوست داشتنی و توانا که از بدخشان زیبای ما و شما هستند، یعقوب جان عثمانی، آشنا شدم چندین سال قبل که آهنگ سات برنده بر من نوشته کردن، آهنگ با نمک نوشته کردن و اتفاقا دو آهنگ سازی بای دیگه بدخشی را هم بر من نوشته کرده بودن تقریبا دو سال پیش که او آهنگ پیشم مانده بود و بسیار دوستشان داشتم و میخواستم اینا را بخوانم و ریلیز بکنم که بالاخره وقتش رسید که بخیر قرار است که از برنامه شما عالی. یک چیز یاد کنم که از بدخشان گفتیم و از زیبایی‌های بدخشان و از آهنگ‌های مقبول بدخشان، شورچای خوردی؟ شورچای نوشجان کردی خودت؟ شورچای چای بدخشانی است. براستی؟ چرا شورچای؟ ما شیرین، چای شیرین میگیم؟ اونا نمک مندازن؟ نمک مندازن. براستی؟ نخوردیم؟ نه، چقدر جالب. جدی میگم نخوردیم. میرستی؟ براستی. شاید شور چای خورده باشین که من کلچه شوره هم ولی چای خورده ایم، من خود چای شوره نخوردیم تا حاله. ما هم نخوردیم. شور چای یک چای بسیار مشهور بدخشانی است و بسیار محبوب از طرف بدخشان زیبای ما. یک چای چاینک ها و چای برای بسیار هم تو مخصوص خودش داره. بزار در اونجا ساده ساخته میشه و همه شورچای با نانای
خاصه خودش نوش جان میکنن که من بسیار آرزو دارم یک بار امتحان کنم. میگن که بسیار خوشمزه است. حتما خوشمزه است. جالب بیست مصطفی جان که بسیار جای زیبا ما بسیار شورای چی میگن زیبا در افغانستان داره، ولایت های زیبا داریم، کلتورای مختلف، لباس های مختلف، لهجه های مختلف و ما متاسف بایستم که ای جایش ما و شما تال ندیدیم. متاسفم. من یکی بدخشان بسیار علاقمند استم که ببینم، یکی نورستانه. بله. نورستانه ما تصویرایش دیدیم و واقعا زیبا معلوم میشه. مردمشان بسیار مقبول با چشمای آبی مثل بدخشان نه؟ بله. و یا خدا کنه که بخیر بتانیم یک روز نور زیباییست. واقعا. یک خوشبختی همیست که خودت با این آهنگا مردم هم میبری به این زیبایی ها. سلامت باشین. کوشش خدا میکنم. بیاین که بریم طرف آهنگ بابک دندان. سفر میکنیم به بدخشان با آریانای عزیز. آتشینش و لباران است، در نگاه دل نشینش خنده پاشان است، در نهان دل هزاران قصه ها دارد، در جمال و در جبینش عشق پنهان است، در جمال و در جبینش عشق پنهانه. هم دل و هم جان بابک دندان، هم دل و هم جان بابک دندان، خند و اصل شیرین ای شیرین تر از آن، دلکش و دل نشین ای با جسم من جان ای. عاشقانه این دل دیوانه می بازم، تا شود جان و تنم لبریز آغوشش، قول می دهم نمی سازم فراموشش، قول می دهم نمی سازم فراموشش. هم دل و هم جان بابک دندان، هم دل و هم جان بابک دندان، خند و اصل شیرین ای شیرین تر از آن، دلکش و دل نشین ای با جسم من جان ای. شورش احساس او می سازم مدهوشم، با دل دیوانم هر لحظه در جوشم، با دل دیوانم هر لحظه در جوشم. هم دل و هم جان بابک دندان، هم دل و هم جان بابک دندان، خند و اصل شیرین ای شیرین تر از آن، دلکش و دل نشین ای با جسم من جان ای. شبنم جان، یک آهنگ شما که بخیر حالا میبینیم آهنگ واقعا زیباست، یک آهنگ است که آدم مست میسازه به نام قربانی بچه. حالا من رزی بگوین قربانی بچه یعنی اتمن اسم کدام منطقه زیبای تاجیکستان است؟
بچه قربانی چی گپا داره که شما برش خواندین؟ بسیار سوال عجیب، تشکر. حتما مثل ما کاکه است. آهنگ قربان بچه را من بسیار زیاد دوست دارم. مردای تاجیکستان رو همش یک تا هستن، بهترین هستن. اما ما آهنگ قربان بچه را همون تو چی میگن به خواست خود از مهربانی زیاد وای کردم خوندم. برای کسی خاص بود؟ مخفی است اما بله. ادامه نمیتونی زیادتر از این که باز شبنم جان نگوه که افشا شد، هرچند افشا شد دیگه. سلامت شد. خودش میفهمه دیگه. چی؟ آدم برکی است نه؟ افتخار کنه حتما با این آهنگ. پس بیا ببینیم که در این آهنگی که خاص بر کسی اجرا شده چی گپایی هست که ما خبر نداریم. آهنگ قربانی بچه، شبنم سریا. تشکر زیاد. خوش رو بچه ی قرغن مهرش دیگره،
پر هیله تره جان و جگره خوش رو بچه قرغن مهرش دیگره خوش رو بچه قرغن مهرش دیگره عزیزان برنامه دو ابر ستاره شرق تماشا کردین و بدون شک امشب از امو شبای است که به یادها و خاطرات دلهایتان افزوده شد. من سپاسگزاری میکنم از هر دو هنرمند محبوب و سرشناس، دو اسطوره موسیقی، بانو آریانا سعید و بانو شبنم سریا که امشب در کنار ما و در حضور شما بیننده های عزیز بودن. من داخل توفه دارم بر از اینا، نمیشه که خانم ها بیاین و برشان یک توفه شما تقدیم نکنین و مخصوصا که در یک برنامه بزرگ که خودشان حضور داشته باشد. شما رو میخوایم متعجب بسازم، بر اردوی شما توفه دارم.
کف بزنین به افتخارشان. ما عزیزا تشکر از شما. ما خواستیم که خاطره ماندگار شوه و قاب شوه در قاب خاطرات هر دو هنرمند عزیز ما که در دیوار خانه‌هایشان آویزان شوه و هر بار که ببینن این برنامه به یادشان بیاد. دیگه یکی از خاطرات شیرین و ماندگار این برنامه میتونه باشه. سلامت باشین. بس از همین توفه؟ واقعا این توفه بسیار خاص است، چرا که این رسم شبنم جان دوست داشتنی و دستای خود کشیده ای برام بسیار خاص است و این واقعیتش در دیوار خانه ما میره. تشکر زیاد بر ما، بسیار این یک تحفه بهترین است برای ما از دست آریانو جان است. بر ما بسیار یک تحفه خاص است. بر ما راستی در اتاق خوابم در امو راستی تخت میمانم که همیشه همی سر مامادم زود سعی کنم که آریانو جان یاد کنم. تشکر. سلامت. این دوستی هایتان همیشه پایدار بمانه و همون تاشفانه ادامه داشته باشه. خوب این تعریف بود که شما به یکی دیگه تحفه دادین. من شوخ کردم، این تحفه از طرف ما نبود، این تحفه رو شما به هم دیگر دادین. حال واقعا من به شما یک تحفه دارم. اوه واو اوکی. دوگام چطور تحفه رو خوش دارم؟ کی خوش بفرمای. نداره؟ کی خوش نداره؟ واو 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 لوف ایت. خب ما میخوایم بخونم. تندیس سپاس. این تندیس با پاس سالها تلاش هنری به بانوی با افتخار موسیقی تاجیکستان شبنم سریا اهدا می شود. با سپاس. شبکه باربود میوزیک. تشکر از شما. سلامت باشید. بر ما افتخار است. سلامت باشید. زنده باشید. و ای هم تندیس سپاس. این تندیس با پاس سالها تلاش هنری به بانوی با افتخار موسیقی افغانستان آریانا سعید اهدا می شود. با سپاس. شبکه باربود میوزیک. آریانا جان تبریک. سپاس. خب عزیزان، این هم تحفه ما و تحفه شبکه باربود میوزیک بود به دو هنرمند عزیز و گرامی ما. همیشه جاری باشین، همیشه بخوانین، همیشه سرفراز باشین و تشکر از یاری و همراهی عزیزان که با ما بودند. آخر شما اجازه دارین گپ بزنین. بسیار بخشید، من زیاد گپ زدم. خواهش میکنم. واقعا سپاسگزار هستم از تلویزیون باربود، از این برنامه فوق العاده که امشب شما تهیه کرده بودین. مصطفی جان بسیار زحمت کشیدین. خانه آباد تشکر. واقعا خوشحال شدم که در حضور شما با شبنم جان عزیز یک جای در یک برنامه بودم. من خود بسیار ساعتم تیر شد. آرزو دارم که هموطنهای ما، دوستای ما هم از برنامه لذت برده باشند و جهان سپاس به امید دیدار دوباره انشالله. تشکر زیاد. سلامت باشین. منم تشکر خود را به تلویزیون باربود و به شما تشکر، به شما که همه ما را کلی ما را جمع کرده این در اینجا. ما آریانا جان شیرین باز دیدم. خدا کنه که یک برنامه شده باشه که همه شما شاد و خرسند باشه. بسیار ساعتم تیر شد. تشکر آریانا جان، بسیار خوب بود و خوش بود و انشالله باوردارم که با کلی مردم بینندگانی که این برنامه را سعی میکنند بسیار خوش میشوند. انشالله بخیر. خداحافظ. تشکر از کل مهربانتون. عزیزان، دوستان و مردمان خوب دو سرزمین که همسایه نه که همخانه هستیم، تاجیکستان و افغانستان، مردمان هر دو سرزمین شاد و آباد و سربلند باشین. تا دیدار دیگر. سلامت باشین. بهانه با یک شور شراره، شکر در لب جانان چی شیرین مزه داره. میفاره نمیفاره چشمی نم شوری داره، عشق بچه ی سرمست با شبنم سوری داره. یا بزن دو تاره دو تاری کپل داره، شاید نغمه ی دو تاره سیری دل ما براره، بسط ناز
سر من و شب نم سری دارم.